در این آموزش میخواییم جلوه افکت نمونه رو به متن اعمال کنیم. برای این کار تصویر مورد نظر رو باز میکنیم. از ابزار کراپ استفاده میکنم نسبت 1:1 و تصویرم رو در جایی که میخوام کراپ میکنم. از ابزار تکست استفاده میکنم و متن دلخواهم رو تایپ میکنم. متن رو در جایی که میخوام میذارم و بر اساس تنظیمات میتونم سایزش رو بزرگتر کنم، فاصلهش رو بیشتر کنم و تنظیمات دیگه. وارد گزینه پالت لایه ها میشم، قسمت فیل رو صفر میکنم. دوبار کلیک روی متن و گزینه استروک رو وارد میکنم. مقدار استروک رو متناسب با کارتون تغییر بدین و بعد از اون تایید رو بزنید. کلیک راست تبدیل به اسمارت آبجکت. دوباره کلیک میکنم روی لایه و این دفعه گزینه اوتر گلا با رنگ صورتی اوپاسیتی 60 حالت نرمال و اسپید 11 و سایز رو هم متناسب با کارتون میتونید بیشتر یا کمتر کنید. وارد اینر گلا هم میشم و درخشندگی رو مجدد روی رنگ صورتی، اوپاسیتی رو کمی بیشتر میکنم، حالت کار رو روی مالتیپلای میذارم و سایز رو هم کمی بیشتر یا کمتر میکنم. علاوه بر این از گزینه دراپ شادو استفاده میکنم و سایه رو متناسب با کارم جابجا میکنم. مقدار فاصله رو تعیین میکنم و مقدار زاویه که متناسب با جهت نوردهی شما ممکنه متفاوت باشه. میتونم مقدار اوپاسیتی رو بیشتر کنم یا کمتر و همینطور هم سایز خود سایه رو. بعد از این کار رو اوکی میکنم. از یک لایه گرادیانت توی کار استفاده میکنم. رنگ رو روی مشکی میذارم. اوکی میکنم. رنگ این سمت رو هم روی سفید یا بیرنگ یا همین مشکی. خب اوکی میکنم. میام روی قسمت استایل ردیال رو میزنم، گزینه ریورس رو به کار میبرم و مقدار اسکیل رو کمی بیشتر میکنم. پس کار اوکی شد، اوکی میکنم و اوپاسیتی رو کاهش میدم. میتونید در چند مرحله این کار رو داشته باشید و مقدار اوپاسیتی رو متناسب با کار کاهش بدین یا از یک براش برای کاهش شدت این قسمت استفاده کنید. اگر میخواین رنگ پس‌زمینه رو هم تغییر بدید، کافیه بیاین روی لایه پس‌زمینه و از ادجاستمنت ها گزینه اکسپوژر یا ویبرانس رو بزنید. کمی روشنایی آفست رو کمی کم میکنم و گاما کارکشن. یک لایه دیگه هم استفاده میکنم. ویبرانس و کمی به کار غلظت یا سچورشن میدم. میتونم همینطور از حالت کرف هم استفاده کنم تا کنتراست بیشتری به کل کار بدم. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین و بتونین در کارهاتون استفاده کنید.